با سلام درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما عزیزان در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، ما در تاریخ مشاهده کردیم که وقتی رسول اکرم تشریف آوردند، با مهر و بزرگواری فرمایشاتی می‌فرمودند، یه عده‌ای می‌اومدن با ایشون سر مخالفت و ناسازگاری برمی‌داشتند و پیغمبر به بهترین روش براشون دلیل و برهان می‌آوردند. روش قرآن اینه، یعنی گفتگو کردن و ارائه دلایل منطقی. اما در میون اون افرادی که می اومدن با پیغمبر گفتگو بکنند، همه تابع منطق و عقلانیت و خرد پیشگی نبودند، سر ناسازگاری میذاشتند، مخالفت میکردند و این مخالفت بالا میگرفت. هر چقدر پیغمبر نصیحت می‌فرمودن، اونا قبول نمی‌کردن. تا اینکه بالاخره کار به اونجایی می‌رسید که مثلا پیغمبر می‌فرمودن خیلی خوب بیاین داوری رو به خداوند واگذار کنیم، بریم مباهله کنیم با هم دیگه، از خدا بخوایم که اگر من بر خطا هستم من رو مجازات کنه در برابر چشم همه، و اگر شما بر خطا هستی شما پاداش خودتون بگیرید. یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازی. به اینجا میرسید کار. مثلا شما وقتی که در ماجرای حضرت نوح علیه السلام مطالعه میکنید، حضرت نوح دعوت به توحید میکنن، راه توحید رو نشون میدن، یه عده با ایشون مخالفت میکنن، میگن نه، یعوق و نصر و ود و سواع و این بت‌ها رو پس چی کار کنید؟ اینها رو پیشینیان ما پرستیدن، ما همینا رو میپرستیم، ما بت پرستیم، ما موحد نیستیم، ما پیرو مکتب شرک جلی هستیم. شما چی میگی؟ شما چی در چند تت هست؟ شما مگه نمیگی که پیغمبر خدا هستی و نمیگی که بت پرستی مردوده؟ چی تو دستته؟ اگر چیزی در دستت هست اون رو رو کن. ما گوش به حرفت نمیدیم، گوش به استدلالت نمیدیم، گوش به نصایحت نمی کنیم. آلو یا نو قد جادل تنا. ما زیاد با هم دیگه مجادله کردیم، زیاد با هم گفتگو کردیم، و اکثر تجدالنا کار گفتگوهامون و استدلالهای متقابلمون و مجادلمون خیلی بالا گرفته. اینجا دیگه پای عملی. فأتنا بموعظتنا ان کنت من الصادقین. چی داری؟ چی میتونی رو کنی؟ اونو بیار اگر از راست میان هستی. پس وقتی که دو گروه بر سر یک موضوع و مسئلهی با هم دیگه اختلاف دارن و حاضر به داوری منطق نیستن، خب جهان بینی های مختلف وجود داره، فلاسفه، حکما، اینها سر بسیاری از نکات و مسائل با هم دیگه اختلاف نظر دارن،
اما هر کدوم سعی میکنن که با استناد به دلایل منطقی و عقلانی و در بستر خردگرایی خطاهای محاسبه طرف مقابل رو نشون بدن، انتقاد میکنن و طرف مقابل با دلایل منطقی اون انتقادها رو رد میکنه و نظریه خودش رو اثبات میکنه و به نظر این طرف مقابل خورده میگیره، ایرادهاش رو وارد میکنه. ما وقتی کتب حکما رو میخونیم، مثلا جناب شیخ صدرالدین شیرازی ملا صدرا رو میبینیم، وقتی ایشون میخوان نظریات خودشون رو در کتاب اسرار اربعه و سایر آثارشون بیان کنن، نظریات حکمایی رو که پیش از ایشون وجود داشتن رو یکایک نقل میکنن با درستی و صداقت و راستی. نظریه شیخ الرئیس ابو علی سینا رو نقل میکنن، نظریه شیخ شهاب الدین سهروردی رو نقل میکنن، نظریه خواجه نصیر الدین طوسی رو نقل. اینا رو یکایک، بعد اینها رو مورد پس از نقل مورد نقد قرار میده، مورد نقد استدلالی قرار میده، بعد نظریه خودشون بیان میکنن. به این طرف دلایل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. با توهین و بدگویی و جوسازی و فحاشی که نمیشه جای حق و باطل رو عوض کرد. اما اون کسانی که اصرار می‌ورزند بر مواضع خطای خودشون و به قول معروف در عرصه استدلال و خردورزی کم میارن، اون وقت دست به فحاشی میزنن. دشنامم داد ناسزایش گفتم، گریبانم درید زنخدانش گرفتم. مطلبیه که جدال سعدی با مدعی، ایشون استدلال میکنه، اون در تیر ترکشش وقتی حجتی باقی نمیمونه به فحاشی روی میاره و بعد دست به گریبون میشه با سعدی. اینجاست که در برابر انبیاء عظام الهی، منکران غالبا کار رو به یک نقطه میرسونن که اونجا دعوت میکنند به ارائه دلیل برای اثبات صحت مکتبشون. میگن خب ما به نتیجه نمیرسیم، چند سال با هم دیگه صحبتهای انتقادی داشتیم به جایی نرسیدیم، حالا شما به عنوان پیغمبری که میگی با عالم بالا و معنا و جهان غیب و ملکوت مرتبط هستی، برهان تو ارائه کن، اگر نه تو هم یه آدمی هستی مثل ما یه آدمی هم مثل تو، نظریاتمون متفاوته، حرفمونم به خرج هم دیگه نمیره و تو باید بری از این شهر. ما همه با هم دیگه همگن و همگون هستیم و تو این وسط زیادی هستی. این جوریه که باعث میشن رسول اکرم مهاجرت بفرمایند از مکه، این جوریه که حضرت ابراهیم ناچار به مهاجرت میشن از سرزمین جد و آباد خودشون، این جوریه که حضرت عیسی علیه السلام در اون شرایط قرار میگیره که بیخردان میخوان بیان و این نور رو به صلیب بکشن. به هر حال ما مشاهده میکنیم که نهایتا نوح دست به دعا برمیداره و میگه خدایا من داوری رو به نزد داور کل که تو هستی میندازم.
همه چیز در اختیار تو بوده هست خواهد بود. اون چیزایی که من آنچه شرط بلاغ است با این مردم گفتم، اون هم اندرزی نگرفتن. حال خودت میدونی در ماجرای حضرت موسی همینطور، حضرت موسی مأمور به آگاه کردن فرعون بود. از ابتدا که مأمور به مجازات فرعون نبود که استدلال های مختلف کرد، اقتدار الهی خودش رو نشون داد، اما هامان مانع میشد که فرعون تسلیم بشه تا نهایتاً کار به اونجا رسید و در تاریخ نقش شد. خب آیا باید این قضیه تکرار بشه؟ یعنی آیا وقتی دو گروه با هم دیگه اختلاف نظر دارن، اختلاف خط مشی دارن، باید کار رو به اون نقطه برسونن؟ باید کار رو به مباهله برسونن؟ باید کار رو به نفرین کردن همدیگه برسونن؟ کار رو به تخریب همدیگه برسونن؟ کار رو به ترور شخصیت همدیگه بکشونن؟ آیا لازمه که مرزهای ادب و اخلاق زیر پا گذاشته بشه و فحش و ناسزا فضا رو پر بکنه؟ آیا لازمه یا نه؟ پا از دایره خرد بیرون نباید گذاشت. خردمندانه باید به موضوعات پرداخت. به هر حال وقتی که رسول خدا در این شرایط قرار گرفت، اون وقت دیگه امر به خدا احاله کرد و گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی این دعا رو مطرح کرد و کارگر شد. کارگر شد. اهمیت رسول در اینه، ایشون اومده هدایت بکنه، نیومده تخریب بکنه. اما اون هدایتی که رسول میخواد بکنه موکول به قابلیت هدایت شدنه. وقتی همه علائم عدم قابلیت هدایت پذیری از قوم لوط رخت برمیبنده، وقت چه اتفاقی میفته؟ همون ماجرایی به وجود میاد که قبلا مفصل براتون بیان کردم. پس اینجاست که ما مشاهده میکنیم که نکاتی که قصص انبیاء به اونها اشاره میکنه خیلی نکات ظریفی درش قرار داره که باید به یکایکش توجه کرد. یکایکش اسرار بسیار زیادی در پس هر کدومش مندرجه. انشالله در گفتارهای دیگه بیشتر این رازها رو باز میکنیم و راجع بهش صحبت میکنیم. خدای بزرگ نگهبان و نگهبانشون.